سرخط مهمترین خبرها، برکناری و بازداشت رئیس دادگاه در ناحیه جبار رسولوف، صادرات محصولات از تاجیکستان به طور نظررس کاهش یافته است و روسیه ترتیب خروج دعوت شونده ها را سخت‌تر کرد. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 24 می است. نصرالله صدرالدین‌زاده رئیس دادگاه ناحیه جبار رسولوف ولایت سغد دستگیر شده است. فرمان برکناریش را روز 23 می نشر شد. سببش را کردار دانستند که شأن و اعتبار سودیه را پس می زند، اما تفصیلات ندادند. منابع رادیوی آزادی گفتند صدرالدین‌زاده با گرفتن 23,000 سومانی یا معادل 2,000 دلار رشوه گمان زده است. به زیدی او بر اساس ماده 319 کدکس جنایی و یا گرفتن پاره پرونده شدن. نظر خودش و نزدیکان و وکیل مدافع دسترس نیست. دو منبع نزدیک به تفتیشات گفتند نصرالله صدرالدین‌زاده از سوی ماموران آژانسی ضد کروپسیه در سغد دستگیر شد. نصرالله صدرالدین‌زاده در ماه فوریه سال 2020 به وظیفه رئیس دادگاه ناحیه جبار رسولوف تعیین شده بود. پیشتر در منصب معاون رئیس دادگاه ناحیه سپیتامین کار کرده است. روز 23 می ظفر قادرزاده دادرس دادگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز به اتهام کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پس میزند از کار رانده شده است. در بیشتر از 10 سال اخیر زیاده از 30 دادرس را با گناه پس دادن شأن و اعتبار سودیه از کار راندند. دیرتر بعضی از این دادرس ها به گناه رشوه ستانی محکوم شدند. صادرات محصولات از تاجیکستان در 4 ماه اول امسال به طور نظررس کاهش یافته است. به گزارش آژانسی آمار، در ماه های ینور اپریل امسال از تاجیکستان در حجم 430 میلیون دلار محصولات صادر شده است. این رقم در قیاس به همین دوره سال گذشته 33% کمتر بوده است. به اطلاع رسمی واردات هم در 4 ماه اول امسال کمی کاهش یافته است. واردات تاجیکستان در این مدت 2.1 میلیارد دلار را تشکیل می دهد که در قیاس به سال گذشته 9.5% کمتر است. صادرات محصولات اساساً از حساب کم شدن صادرات پخته، نیروی برق و متال ها بوده است. سال هاست که تجارت خارجی تاجیکستان منفی باقی می ماند و واردات نظر به صادرات چند برابر بیشتر است. در روسیه قانون قبول شد که از کشور رفتن سربازان و دعوت شونده ها را سخت محدود می کند. بر اساس قانون درباره ترتیب ورود و خروج به روسیه، اکنون دعوت شوندگان در طول خدمت خود باید شناسنامه هایشان را سپارند. طبق قانون شخصانی که به خدمت حربی یا خدمت الترناتیوی شهروندی دعوت شدند باید شناسنامه های خود را برای نگهداری به مقامات داخلی روسیه سپارند. از لحظه قبول قرار درباره دعوت جوان به ارتش او فقط 5 روز مهلت دارد شناسنامه‌اش را به مقامات دهد. شناسنامه بعد از انجام خدمت حربی به او برگردانده می شود. به گفته حامیان حقوق امکان دارد پس از جلسه کمیسیه دعوت شناسنامه های دعوت شوندگان فورا از آنها گرفته شود. سامانه میدی از آن می نویسد ترتیب نو اساسا به جوانان از 18 تا 27 سال دخل دارد که در ذخیره نیستند و نسبتشان قراری دعوت به ارتش گرفته شده است. روسیه بعد تجاوز به خاک اوکراین و تلفات زیاد به نیروی الوگی نیاز پیدا کرده است. به این خاطر سال گذشته در این کشور قسمت سفرباری به ارتش یا موبیلیزاسیون انجام شد که بعدی آن حدود 1 میلیون نفر از روسیه فرار کردند. 23 می در تاجیکستان همچون روز جوانان جشن گرفته می شود. این روز در تاجیکستان بیشتر با رقص و سرود گذشت و درباره مشکل این قشر جوان کشور کمتر صحبت شد. خبرنگار رادیوی آزادی امیر ایسایف در روز جوانان همین مسئله را با ساکنان در میان گذاشت. لطفاً بگید که چی مشکلی ها جوانان را دنبالگیر میکنند؟ به فکرم جوانان حالا خیلی پیشرفت شدند، هم در ساحه اقتصادی و اجتماعی. به فکرم من یک مشکلی را نمیبینم. همین برای موفق شدن در همین زندگی مثلا میگیریم جوانان را چی میباید، چی باید کرد؟ یعنی که چی لازم است؟ سواد، واسطه یا مبلغ؟ دانش خود را مکمل کردن لازم است. اگر دانش را مکمل کنید مبلغ هم پیدا می شود. کار میکنند جوانان، مبلغ را به دست می آورند، هم خود و هم آیله خود را تامین میکنند. Какими трудностями сталкивается молодежь сегодня? Я думаю, чаще всего это с плохим образованием и с безработицей у меня в Таджикистане. А вот скажите, пожалуйста, что, ну, какими качествами нужно обладать или что надо иметь, чтобы достичь успеха? Я имею в виду деньги, знания или связи? В первую очередь, я думаю, в Таджикистане это связи,
какими бы знаниями ты не обладал, если у тебя нету, как у нас говорят, тага, ты никуда не можешь устроиться. Потом, конечно же, знаниями. И если есть финансовая возможность, тоже не помешало бы. Мушкилиҳои зиёде ки ҷавононро фаро мегирад, айни ҳол бояд гӯям ки хуб ҷои норасоӣ, ҷои кор дар Тоҷикистон. Яъне чаро ки онҳо бештар ба мамлакатҳои хориҷа мераванд, вале барои худамон дар инҷо кор намекунанд. Барои муваффақ шудан сарват асос нест. Яъне аввал бояд дониш дошта бошӣ, кӯшишу ғайрат дошта бошӣ, бениҳоят кӯшиш кунӣ, ҳамон сарват худ ба назад меояд. Наверное, самая большая трудность – это трудоустройство, я считаю, потому что очень сложно сейчас трудоустроиться в Душанбе, не имея начального какого-то, не знаю, опыта работы. Но если получать опыт работы, то нужно работать в студенческие годы, получается. Это сложновато и совмещать учебу и работу одновременно. Я считаю, что знания важны, но без связи и без денег все-таки вряд ли что-либо получится сделать. Скорее всего, все это важно, но деньги и связи как-то будут поважнее, чем знания. دانشجویان و کارمندان نیادهای دولتی چچنستان در شهر گروزنی با تظاهرات علیه سوزانیدن کتاب قرآن در ولگاگراد جلب کرده شدند. این تظاهرات روز 23 می در میدان نزد بنای خانه نشر آغاز شد. رئیس پارلمان چچنستان مگمه داودوف در سخنرانیش گفت اقدام تحقیر دینداران در روسیه از سوی خدمات مخصوص کشورهای غربی و اوکراین سرمایه گذاری می شود، ولی او دلیل را پیشنهاد نکرد. دانشجویان و کارمندان بودجوی در چچنستان در صحبت با طرح قفقاز واقعیت گفتند، به آنها دستور دادند که در تظاهرات شرکت کنند. نوار آتش زدن قرآن در نزدیکی مسجد مرکزی جامعه ولگاگراد ثبت شده است. این نوار از 11 ثانیه عبارت است. رسانه های روسیه نوار بازداشت گمانبر را روز 20 می نشر کردند. گمانبر نیکیتا ژوراولی 19 ساله زاده سواستوپل قریم است. مقامات روسیه میگویند ژوراولیوف با دستور خدمات امنیتی اوکراین قرآن را آتش زده است، ولی مقامات روسیه برای اثبات ادعای خود دلیل قانع کننده نگفتند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 24 می را فرا میگیرد. بیست و چهارمی می سال 2020 دانشمندی معروف تاجیک جورابیگ نظری در سنی 74 سالگی درگذشت. مرگ او در حال بود که در تاجیکستان مرحله بسیار پشت شدت پاندمی جریان داشت و تا آن زمان به قول وزارت بهداشت 46 نفر بر اثر کرونا ویروس در تاجیکستان درگذشت. 24 می سال 1956 در شهر لوگانو شویسریا اولین بار آزمون موسیقی یوروی دنیا برگزار شد که در 65 سال موجودیتش سرحدهای اروپا را شکسته در قلمروهای اورو آسیا و برخی قسمتهای خاوری میانه هم دامن پهن کرده است. نخستین بار در این آزمونی با نفوذ سال 2021 منیژه سنگین یک آوازخوانی تاجیک به نمایندگی از روسیه هنرنمایی کرد که یک حادثه تاریخی شد. 24 می سال 1844 اختراکار آمریکایی اولین بار تلگرام یا برقیه را از شهر واشنگتن به بالتیمور فرستاد. دستگاه تلگراف و هم خط خاص خود را اختراع کرد که با نام الفبای مرزه معروف شد. اختراع او در مخابرات اطلاع رسانی و هم بخش نظام یک انقلاب دانسته می شود. شبانه روز گذشته قرب دلار آمریکایی و روبل روسی در تاجیکستان تقریبا بی تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 134 136 سومان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1092 سومان عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، 10 دقیقه هم سپری و ما با پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. سپاس از یک یکی شما که برنامه های رادیو آزادی را تماشا میکنید و نظر و پیشنهادهای خود را با ما مینویسید. خود را احتیاط کنید. خدا نگهدارتان.